نسرین قادری. او را در میان دست نوشته هایش دنبال می کنیم و چنین می شناسیم. خدایش خدای آزادی است، نه اسارت و بندگی و تن دادن به زور. او دردها و رنجهای متحمل شده را الماسی یافته که حالا شکست ناپذیر است و هشدار می دهد که این پایه های دروغین شما را به لرزه در آورده است. نسرین روزها در قیام شرکت می کرد و شبها پرشور و پر امید به خانوادهش گفته بود: دیگر لازم نیست برای آزادی و حقوق اولیه خاک مملکتمون رو بگذاریم و بریم. همینجا میمونیم و کشورمون رو آباد میکنیم. این شور آزادی در دلش همونطور که گفته بود پایه های دروغین را به لرزه در آورد، انقدر که مجبور شدند برایش مانند دیگر دلیران قیام سناریو سازی کنند که خودکشی کرده است. اما مگر می شود آن همه شور آزادی را زیر دروغ‌های پوشالیشان خاموش کنند؟ شیرین علیزاده. یک روز این تصویر به عنوان اسنادی از جنایت ماموران ولایت فقیه در دادگاه‌ها نشون داده خواهد شد. خانواده ای که از اصفهان مهمون شهر ساحلی عباس آباد مازندران بود. کودکی 7 ساله که در پشت ماشین و در جلوی چشمه شاهد سنگین ترین و نفسگیرترین لحظه زندگیش، یعنی شهادت مادرش شیرین علیزاده شد. روز این کودک دادخواه خون به ناحق ریخته شده ی مادرش خواهد شد. مرضیه دشمنزیاری. آخرین مکالمه‌اش با دوستش درباره بیانیه‌ای بود که می‌خواست در دانشگاهشان، دانشگاه آزاد پرویز صدرا در شیراز، نصب کند. دختری از اهالی خونگرم بوشهر که در دانشگاه شیراز در رشته بازرگانی تحصیل می‌کرد و دانشجوی نمونه بود. اما نه شهرت نمونه بودن در دانشگاه و نه علاقه به تحصیل مانع او برای پیوستن به اعتراض نشد. او با مردم معترض همراه شد. ماشین و نماد دستگاه سرکوب را به آتش کشیدند و با جسارت کوچه به کوچه را در اراده به غریان در آمدهشان برای آزادی می گرفتند که نگاه گلوله‌ای از سلاح لباس شخصی، نماد بزدلی ولایت، بر تن پرشورش نشست. اما صدایش همچنان شنیده می شود که آزادی را صدا می کند. صدای خنده هایش و شور زندگیش همه را به جوش و خروش می آورد. نیکا با یک کوله بر پشت و یک بطری آب به خیابان آمده بود، برای آن که میخواست تغییرگر باشه. فریاد کرد و خروشید و شعار داد و به همین جرم هم ماموران در خیابان به دنبالش افتادند. برای دوستش با عجله نوشت: در حال فرار هستم. این آخرین پیامش بود و دیگر از او تا 7 روز خبری نبود. اما بعد این 7 روز سخت نیکا خودش خبرساز و نام و یادش در دل هر ایرانی نشست، نامی که در کنار نام دیگر جوانان ایران زمین خاموشی نپذیرد.